بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما بالای نصب برنامه کویک بوکس و یک تعداد تعریف ها کار کردیم. امروز در برنامه کویک بوکس بالای جور کردن این کمپانی فایل کار میکنیم. تا وقتی که شما در برنامه کویک بوکس به خود کمپانی فایل جور نکنین، داخل برنامه کویک بوکس شده نمیتونین. مثلا اگر کسایی که دبین شما اگر در برنامه امیس اکسس کار کرده باشید، تا که شما یک دیتابیس جور نکنین، بر از اون ناب نتین، شما داخل برنامه اکسس شده نمیتونید. در این جمعه مشکل است. اول بر خود در برنامه کویک بوکس کمپانی فایل جور میکنی، چه قسم کمپانی داری، سیستم مالی چه رقم است، کارمند داری نداری، پرچیز آرڈر استفاده میکنی نمیکنی، اینونتری استفاده میکنی نمیکنی. پس از زمو بر کمپانی فایل که است، کویک بوکس کمپانی فایل جور میکنه و بعد از دیگه کارهای تا پیش میبری. خب حالا میایم روی زمی که چه قسم ها شما در برنامه کویک بوکس کمپانی فایل جور میکنه. خب در این قسمت که شما میبینین آیکن کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2021 است، سر زمین دبل کلیک میکنیم، برنامه کویک بوکس برای ما باز میشه. این برنامه کویک بوکس ما کراک کردیم. کراک به این معنی که لایسنس از پیش ما نمیخوایم. اگر لایسنس کراکش دور کنیم، تاریخ از دیر شده، این کار نمیکنم. ما این کراک کردیم. کراک چه قسم میشه؟ بعدا باید با هم گپ بزنیم. اگر در کویک بوکس شما قبلا کمپانی فایل جور کرده باشیم و یک کمپانی فایل باشه، به این شکل مسیج برتون میده. یک کمپانی فایل از کویک بوکس مستقیم اونمو را باز میکنه، برای ما میگه پاسورد زیرش نوشته کو که باز شود. ما میگم نه، این را کنسل میکنم. خب کینسل کی کلیک کریم، اینه قسم یک ونڈو برای ما باز میشه. برای ما میگه بیادر تو چی میخوایی؟ دو دن کمپانی فایل لیج در کمپیوتر تو وجود داره، یک بنام الکوزه هستا، یک انتر کانتینتر کابل، یا را باز میکنی اوپن کلیک و باز میشه. اگر کدام جای دیگه کمپانی فایل است میخوایی سرچ کنی، فایند کمپانی فایل کلیک کن، میگی نه والا ما او قدر زیاد به برنامه کویک بوکس بلد نیستم، میخوام که سیمپل کمپانی فایل که از طرف کمپانی انتیوت ساخته شده، به خاطر پرکتس او را باز کنم، یک چیز را یاد بگیرم، بعد از به خود کمپانی فایل جور میکنم. باز دو تو حالت ما شما اینی آپشن انتخاب میکنم. کدامش انتخاب میکنی؟ سیمپل پروڈکت بیس بزنس کمپانی فایل باز میکنی، یا سرویس بیس، یا ادوانس ایونت؟ سابق بسیار زیاد یک لیست کلار میامد، آلی اینی مسید انا را میارده 2021. و اگر میگی نه ای دو کمپانی فایل هم نیستن، یک کمپانی فایل دیگه است در فلش هم رای ما، یا یک جای دیگه است، او را میخوام ریستور کنم یا اوپن کنم، باز بخاطر از ما شما از این اپشن استفاده میکنیم. اگر میگی نه کمپانی جدید جور میکنم، create a new company file، بالا از کلیک میکنم، ما ایره کلیک کردم. خب این دو اپشن که میبینین، این سابق در ورژن های 2018 و 15 و 16 این نبود، این اپشن نه آمده. این اپشن بخاطر از این استفاده میشه که کمپانی انتیوت که از ایمیل ما را میگیره و به اساس ازمو که هست در انتیوت که برای ما اکاونت جور میکنه، یا ما باید اکاونت جور کنم، باز به اساس نمو ایمیل میتونم از تمام پروڈکت های کمپانی انتیوت ما مستفید شم. ما را میگه این کمپانی فایل که تو جور میکنی با خود جور میکنی یا با کدام کس دیگه جور میکنی؟ اگر خودت ادمین استی، خو مایسلف، این را ما با خود جور میکنم، آی ام دی ادمین. و اگر میگی نه یک نفر دیگه رفیق ما سیاد یا اینجا کار میکنم و نمیفهمم، ما برش کمپانی فایل جور میکنم، ای باز انتخاب کن، هیچ تفاوت نداره، کدام مشکل نداره. اگر گفتی فور مای سلف ایمیل تو نوشته که در اخیر که هستم، با تو یک مسج میده که از طریق از تو میری در سایت انتیوت به خود اکانت جور میکنی، بس دیگه هیچ تفاوت نداره. خب من ای انتخاب کردم، میگم ای ما با کس دیگه جور میکنم، ما ادمین نیستم. خب کمپانی فایل به دو شکل جور میشه، یک ستارت سیت اپ است و یک ادوانس سیت اپ است. تفاوت بین دو تا چیز است. وقتی که تو میخوای در برنامه کویک بوکس به خود کمپانی فایل جور کنی، کویک بوکس از پیش خودت یک انترویو میگیره. انترویو به این معنی سوال میکنه تو جوابش ارائه میکنی، سوال میکنه تو جوابش ارائه میکنی، در نتیجه او نمو جواباتی که تو ارائه کردی کویک بوکس به تو کمپانی فایل جور میکنه. و این انترویو دو قسم است، یک شارت انترویو است، یک ستپ بای ستپ لانگ انترویو است.
اگر میخوای از طریق شارت انترویو به خود کمپانی فایل جور کنی و داخل برنامه کویک بوکس شوی، به خاطر از ما شما استارت سیت اپ داره. شارت انترویو چند سوال میکنه، جوابش ارائه میکنیم، به خود کمپانی فایل جور میکنیم. و دیگه ادوانس سیت اپ که استپ بای استپ سوال میکنه جواب میدی، سوال میکنه جواب میدی. این یک پروسش بسیار طولانی است، در نتیجه از او برای ما کمپانی فایل جور میکنه. خب شاید به شما سوال جور شود که استاد خیر ما ایر استفاده کنیم یا ای خوب است یا ای، برای ما کدامش شما پیشنهاد میکنیم که استفاده کنیم؟ ای که است، ای استارت سیت اپ به خاطر یوزرایی است که اونا اکسپرت است در برنامه کویک بوکس، اونا ادوانس کویک بوکس یوزر است، زیاد میفهمه. اگر تو ای آپشن انتخاب کردی استارت سیت اپ، زیادتر آپشنای برنامه کویک بوکس غیر فعال می باشه. بعدن که به تو نیاز میشه باز خودت میری اون آپشن از کجا فعال میشه، از ای آپشن از کجا. مثلا در ای آپشن که از همیشه اینوینتری فول آپشن کار نمی کنه، اینوینتری کار نمی کنه، تو مجبور هستی که اینوینتری را خودت منوال او را فعال بسازی. برعکس باز در اینجا که هست اینوینتری و دیگه آپشن ها کار می کنه. پس اگر تو اکسپرت نیستی از این طریقه پیش نرو، به خاطر از اینکه باز بعدا نمیفهمی که این آپشن غیر فعال است کجا فعال کن. به او خاطری برای کسایی است که اونا در برنامه کویک بوکس ماهر هستند، اگر یک آپشن غیر فعال باشه خودش میفهمه که از کجا ایره دوباره فعال کن. و ای که هست باز مرحله به مرحله چیست کار میکنه. در این زیاده خاص خودت سوال میکنه، مثلا سلتکس استفاده میکنی؟ بله سلتکس فعال میکنه. اگر گفتی که نه استفاده نمیکنم غیر فعال است، و دی که است نرمال سلتکس غیر فعال می باشه کار نمیکنه، خودت باید فعال کنی. و ای آپشن های دیگه که میبینین شما، اگر شما در دیگه اکاونتینگ سافتویر به خود کمپانی فایل جور کرده باشی و میخواین که او کمپانی فایل در برنامه کویک بوکس کنورت کنی، مثلا کویکن یک دیگه اکاونتینگ سافتویر است، تیلی مایو پیچتی دیگه اکاونتینگ سافتویر است، از او چیز رو میخواین شما کنورت کنین، باز این آپشن به خاطر از او ما استفاده میکنیم. آل بسیار سهولت آمد در برنامه کویک بوکس، ای ضرورت نیست که شما یک کمپانی دیگر چی کنین کنورت کنین. ترانزکشن هایی که دارین اگر در کمپانی کویک بوکس باشه یا دیگر پیشتری باشه، او رو بسیار براحتی میتونین شما در برنامه کویک بوکس امپورت کنین. ای دو آپشن خونم و آپشن سابقه است. اگر میخوای یک کمپانی فایل تصویر باز کنی، اوپن اگزیستینگ کمپانی فایل، و دیگه به خاطر از استفاده میشه که ما یک کمپانی جور کردیم، دو کمپانی کار نمیکنم، خب برویت از اون کمپانی یک کمپانی دیگه برای ما جور کو، باز این آپشن به خاطر از کریت فرام اگزیستینگ کمپانی فایل باز انتخاب میکنیم. خب بله چارت اف اکاونت از اون بگی، چیزی که هست اونجا سیتینگ که ما کردیم از اون بگی برای ما کمپانی دیگه جور کو. بله دیتا میتا چیزی نمی باشه، اون خود جور میکنی. من ایره انتخاب کردم یک دفعه از طریق استارت سیت اپ کمپانی فایل جور میکنیم، باز دیگر دفعه از طریق ادوانس کمپانی فایل جور میکنیم. ایره که کلیک کردم این برای ما میگه بیادر بزنس نیم، نام تجارت هم بزنس تو چی هست. من فقط مثلا نوشته میکنم که یک مثال برش میتم کابل انگلیش لانگویج اند کمپیوتر انستیتیوت. رنگی سایز نی ایره که نوشته کردی، بعد از او برد میگه بیدر این نوی اندرستری تو چی رقم است، این کمپانی تو که هستی، بزنس تو فارماسوتیکل کمپانی است، منیفکچر کمپانی است، فانانشل سرویس کمپانی است، کنسولتنگ کمپانی است، چه قسم کمپانی است شما او رو انتخاب میکنی. در اینجا فقط ایک کلیک و لیست برد باز میکنه، ایره که کلیک کردی لیست برد باز میکنه خود accounting or bookkeeping, advertising, agriculture, art, photography, automobile, design, financial service, چی رقم کمپانیز. من فقط نام برش کابل سنتر انتخاب کردم و در اینجا wholesale distribution and sales انتخاب میکنم، خریداری فروش تمام موارد دی include us و میای sell tax, inventory هر چیز در اینجا میای، این انتخاب میکنم. و اگر کمپانی شما یک specific companies manufacturer company، پراپرتی منیجمنت، مثلا شما زمین می خرید، خانه را می خرید، می فروشین، به مو شکل ریپیر مینتیننس یک ورکشاپ ریپیرینگ لپ تاپ دارم، به خاطر زیر انتخاب می کنم. تنها سلز فروشات داری، فینانشل سرویسز دارم، مثلا شما به کمپانی دیگه
بخشی خدمات مالی را ارائه میکنن، مثلا برای از ترنینگ میکنن، لایسنس میفروشین، کمپانی شارجت میکنن و اون شکل بسطها کمپانی دیگه است. این را من انتخاب کنم. خوب اگر این را که انتخاب کردی، نوی تایپ بزنس تو چیز با کس شریک هستی؟ تنها کمپانی یک اونر داره، یعنی سول پروپرایترشپ است، پارتنرشپ است، ال پی است، اس کارپوریشن است، کارپوریشن است، نان پروفیت ارگانیزیشن است، چه قسم است؟ این شما در بی بی ای چیزار کلشن خواندین تایپس آف ارگانیزیشن که است. اگر شما میگین که ما کمپانی ما یک اونر داره، وان اونر داره، با سول پروپرایترشپ انتخاب میکنیم. اگر این انتخاب کردین، شما وقتی که در کویک بوکس داخل شدین، در اونجا میرین در چارت اف اکاونتس که ببینین براتون نوشته کده یک دانه درا اکاونت برای ما میه، یک دانه اونر اکویتی اکاونت میه و یک دانه کنتریبیوشن. یه دیگه رای شکنه باشه خود موجود میکنیم. اگر گفتی که نه پارتنرشپ است، ال ال پی است، باز براتون چی میکنه در چارت اف اکاونتس؟ اونر وان درا اکاونت، اونر وان کنتریبیوشن شده به اون شکل، اونر وان اکویتی، اونر تو درا، اونر تو اکویتی. به خاطر از اینکه دو دانه تو پارتنرشپ انتخاب کردی، چندین اونر داره، باز میشه که شما سه چهار دانه دیگه هم برش جور کنید، اونر کمپانی تون بیشتر باشه. ما در این قسمت چی انتخاب میکنم؟ نه کارپوریشن انتخاب میکنم، نه نان پروفیت ارگانیزیشن، فقط سول پروپرایترشپ انتخاب میکنم. میگم کمپانی ما یک اونر داره و بزنس پیش میبره. خب بیشتر خودت اگه یادت باشه گفتی که ما ادمین از کامپیوتر نیستم، کمپانی فایل و ایر آن بیهاف اف سمون الس ما اینجا کریئت میکنم. خود اینجا خی ایمیل هم و نفر ادمین نوشته کو که ایمیل چیز، ما ایمیل خود نوشته میکنم، isaifzada@gmail.com ایر نوشته کردم. دیگه ای آی نمبر است، ببینین ما شما در افغانستان تی آی نمبر داریم. تی آی نمبر دو قسم است، هم به کمپانی جور میشه و هم به فرد جور میشه. اگر ما وظیفه میگیریم یک استلام برای ما میتونه که برو بیادر به خود تی آی نمبر جور کن، اگر در اینجا باشی و یا مستد اداره دولتی باشه. وقتی که شما کمپانی جور میکنی، تی آی نمبر به کمپانی هم جور میشه. ای آی نمبر که هست، ای به فرمت امریکا است. ورژن کویک بوکس که ما شما استفاده میکنیم ورژن یو ایس است، امریکایی است. پس در اینجا که هست، اوها که هست به نام ای آی این یاد میکنم. ما شما در افغانستان ایر به نام تی آی این یاد میکنم. از یک نو تا نو حرف بسته ای جای نمبر، از نو حرف که یک حرف کم باشه ایره قبول نمیکنه. ما از یک تا نو حرف نمبر نوشته کردم، گفتم ای جای نمبر کمپانی ماست. هر چه کمالی که در کویک بوکس ما جمع میشه، سلس چقدر سلس که ما میکنیم، فروشات میکنیم، مالی زیر که جمع میکنیم، به دولت پرداخت میکنیم، به این نمی جای نمبر در دولت چی میشه؟ جمع میشه. تی آی نمبر که هسته یونیک هسته، دوپلیکیت جور نمیشه. یک تی آی نمبر که برد یک دفعه جور شد، دیگه به هیچ صورت تکرار نمیشه، به هر فرد یک تی آی نمبر جور میشه. خب بعد از اون پیش شما پرسان میکنه که فون نمبر کمپانی چیست؟ میگم که فون نمبر کمپانی بیدر این همی چیز هست، این همی چیز. خب بزنس ادرس میگم که کابل، ببخشید نوشته کردم که کوټه سنگی، بعد از نوشته کردم که دیسټریکټ نمبر 3، د سیټی نوشته کردم کابل، زیپ کوډ کوټه سنگی چند است؟ 1006. سٹیٹ افغانستان نداره و دا کنٹری چون ورژن یو ایس اس تیار، یو ایس انتخاب شده گیست. ما دا اینجا ادر انتخاب میکنم، میگم کشور ما دا اینجا وجود نداره. بعد از او فقط روی کریئت کمپانی فایل کلیک میکنم، برای ما کمپانی فایل چی میشه؟ جور میشه. یک چیز دیگر متوجه باشین، دا روبروی فیلدهایی که اینی علامه سرخ زرب است، اصطلاح ما شما زرب، علامه زرب که هست یا ستاره که هست، یا که هست منداتوری است، به این معنا که تو لازمی باید ایره خانه پوری کنی. اگر تمام فیلدار خانه پوری کنی و اینیمیا که از ایره خانه پوری نکنی، کمپانی فایل به تو جور نمیشه. به او خاطر یا ضروری است، در اینجا هم گفته اینی فیلدار که هست ریکوائرد است، یعنی ایج لازمی و ضروری است. بعد از او کریئت کمپانی فایل کلیک کو، برای ما کمپانی فایل چی میشه؟ جور میشه و ما و شما داخل برنامه کویک بوکس میشه. خب ای بود طریقه جور کردن کمپانی فایل در برنامه کویک بوکس از طریق استارت سیتاپ، یعنی شارت انترویو. خب این کمپانی فایل ما جور شد و ما و شما داخل برنامه کویک بوکس شدیم. خب این صفحه که میبینیم، این صفحه به نام نیو فیچر یاد میشه، نیو فیچر تور یاد میشه. این صفحه صفحه معلوماتی است. اگر در کمپیوترتون اینترنت وصل باشه، شما را بعضی معلومات
طریقه به شکل ویدیو برات نشان میده. چه قسم وندر جور کنیم، چه قسم کاستمر جور کنیم، کاستمر چیز، وندر چیز، به شکل ویدیو. این در ورژن های سابق کا نبود، مثلا ورژن 2015 نیست، 16 نیست، 18 نیست، در ورژن های نو 2020 و 2021 ای آمده ای آپشن. چون ما میگم اینترنت در کامپیوتر هم نیست، سلکو برای ما میگم ای را کلوز کو میگم. ای نمیره که شما میبینین صفحه اصلی برنامه کویک بوکس که به نام هوم پیج یاد میشه هستا، یعنی محیط کاری اصلی برنامه کویک بوکس این میشه. شما که در هر کنج دنیا برین کویک بوکس را کامپیوتر تان نصب کنین، شما با این شکل یک تصویر روبرو میشین. اینی را که میبینین شما ای را به نام لفت آیکن بار یاد میکنه. بسیار مهم آپشن ها در اینجا هستا. اگر شما میخواین کمپانی فایل تنها شارت ریویو کنین، یعنی او را ببینین، معلومات به دست بیارین، از این طریق بسیار راحتی میتونین معلومات به دست بیارین. مثلا کمپانی سناپ شات ای چیکار میکنه؟ یک اوورویو تمام کمپانی برای ما نشان میده که چقدر سلز داریم، چقدر ما مثلا اکسپنس داریم، چقدر اکاونت پیبل سر ما جمع شد، چقدر اکاونت ریسیول داریم سر مردم، تکس که سر ما به حیث لایبیلیتی جمع است از دولت او را که پرداخت نکردیم چقدر است. تمام معلومات برای ما در اینجا نشان میده، در کدام شده کمپنی سیستم شد تا دیگه جای نشان میده. خود اینجا ما شارت امت معلومات گرفته میتونیم. یارا که میبینین این به نام هوم پیج برنامه کویک بوکس یاد میکنه. در برنامه کویک بوکس سه مورد برای ما بسیار مهم است. یکیش وندر است که ما از او همیشه از او خریداری میکنیم، که ما برای از او که همیشه اکاونت پیبل میباشیم و اونا در مقابل ما همیشه اکاونت ریسیول میباشه. یکیش که از کستومر است که هر وقت که ما جنس از وندر خود خریدیم بالای مشتری خود میفروشیم، مشتری برای ما که از همیشه اکاونت پیبل است و ما در مقابل از او اکاونت ریسیول میباشیم. و دیگهش که از امپلایی است که در بین وندر و کستومر تمام معاملات که صورت میگیره با همکاری امپلایی صورت میگیره. اگر امپلایی نباشه به این معنی که او بزنس نیست. پس سه مورد اساسی که ما شما در برنامه کویک بوکس راجع به زو کار میکنیم، وندر، کستومر و امپلایز. یاره که میبینین یا امو گرافیکل ریپریزنتیشن هست که تو وقتی که در برنامه کویک بوکس با مشتری کار میکنی طریقه یا پروسی کاری چه قسم است. اول ما بر از او یک استیمیت جور میکنیم در برنامه کویک بوکس. مثلا به مشتری می از پیش ما کوتیشن میگیره، بعد از او ما بر از او او برای ما یک آردر میکنه، آردر از او را ما در برنامه کویک بوکس به نام سل آردر ثبت میکنیم. بعد از او نفر میای پیش ما، اگر چی جنس از پیش ما اون چیزی که آردر کرده با قرض ببره، ما بر از او انوایس جور میکنیم. اگر جنس با اسپیش ما با قرض نبره، اینجا به نام کریت سل ریسپت است، یک مشتری می مستقیم پول میته اسپیش ما جنس میبره. اگر با جنس با اسپیش ما با قرض برد، بعد زبانن برای ما پول میته، ما میریم در کماند ریسیو پیمنت پولیش ریسیو میکنیم. این پیسہ مستقیم میره د ان ڈیپوزیٹڈ فنڈ. اگر ما بخیم بعدن اور ڈیپوزیٹ کنیم از طریق ریکارڈ ڈیپوزیٹ کار خود پیش میبریم. یعنی این گرافیکل ریپرزنٹیشن ای طریقه کاری با مشتری، کسٹمر، وندر و امپلائی است. سوال خونه دارنده ایه. خب حالی میم ای بر ای کمپانی فایل خود کلوز میکنیم، کمپانی فایل دیگر را جور میکنیم از طریق ادوانس سیتاپ، سٹیپ بای سٹیپ انترویو. تا کجا میریم؟ میم در برنامه در ببخشم در مینوی فایل در اینجا بالای کلوز کمپانی فایل کلیک میکنیم. ای را که کلیک کردیم پس اون صفحه اصلی را اوپن دایلاک باکس برای ما باز میکنه. در اینجا ببینیم کمپانی فایل دیگر که ما اضافه کردیم در اینجا احمد صحیح است نو که جور کردیم. اگر میخوای کمپانی فایل نو جدید جور کنیم صحیح است، باز میم ریچ کلیک میکنیم کریت نیو کمپانی فایل. در این بار باز برش میگیم که من خودم ادمین هستم، میگم کس دیگر ادمین نیستم و چی انتخاب میکنم. در اینجا میم ادوانس سیتاپ انتخاب میکنم. این را که انتخاب کردم خب برای ما میگه بیادر نام کمپانی چیست. فقط تفاوتش با استارت سیتاپ این نیست که در اونجا ما شارت انفورمیشن پروواید میکنیم و از طریق از برای ما کمپانی فایل جور میشه، و در اینجا ستپ بای ستپ انفورمیشن یا انترویو رو برنامه کویک بوکس ما پروواید میکنیم و بعد نتیجه از که برای ما کمپانی فایل در برنامه کویک بوکس برای ما چی میکنه جور میکنه. آمدیم در اینجا برای ما میگه نام کمپانی چیست. نوشته کردم که نام کمپانی ما که است به نام پاور تک هستن. پاور تک هستن صحیح است، پاور تکس LTD نوشته کردیم صحیح است، پاور تک است. خب لیگل نیم نام قانونی کمپانی چیست؟ میگم اینمی نام که در اینجا شما میبینین اینمی نام قانونی بس. یک آن تا که ببینین لوحه را به یک نام بلند کرده، مگم اسناد جواز که گرفته به دیگر نام است، فقط جواز پیش خود داره. اگر نام در جواز متفاوت است، یه میشه که نام قانونی دیگه چیز جور کنی.
صحیح است. ما میگیم نه اینم میشته. در اینجا تکس آیدی کمپانی تا اونم او یا یه نمبر که پیشتر ما خوانیم اونم اوسته. ای ده باز نوشته کردم 20 ده ده نوشته کردم. صحیح است. یک حرفش کم کردیم که نو حرفش زیاد فرق نمیکنه که کم نمیگیره. صحیح است. دیگه که هسته کمپانی ادرس تا نوشته کو. این دفعه نوشته کردم میگم که کارت 4. کارت 4 و باز نوشته کردم که ڈسٹرکٹ نمبر 3 و دا سیٹی آمدم کابل انتخاب کردم نوشته کردم سٹیٹ ندر افغانستان زیب کوڈ دیبوری کیا است دیمزنگ و دیبوری 1006 است کوڈ سنگی دیمزنگ دیبوری 1006 است کنٹری را ادر انتخاب کردم فون نمبر خود نوشته کردم که بیدر اینمی فون نمبر ماست فاکس نداره ایمیل ادرس خود نوشته کردم که بیدر اینمی ایمیل ادرس کمپانی ماست و وبسایت نوشته کردم www.barus نوشته کردم که powertech.com یا .af نوشته کردم خب این معلومات که نوشته کردی بارز میایم نیکس کلیک میکنم یک چیز متوجه باشین که در هر مرحله که شما بخواین که انترویو را لیف کنین اسکیپ کنین اسکیپ کردن میتونین مشکل نیست خب بارز نیکس کلیک میکنم ای را که کلیک کرده باز اونم گب است نو اندرستری تا انتخاب کن در ای بار ما چه انتخاب میکنم میم بجای زمو ما انتخاب میکنم که بیادر کمپانی ما که است کمپانی چیست میگم که فانانشل سرویس کمپانی است صحیح است فانانشل سرویسز پروواید میکنه و میشه مثلا پاورتک انتخاب کنیم انفورمیشن تکنولوژی انتخاب میکنیم چون در اونجا که هست مسائل سا هاردویر و سافتویر زیاد مطرح است بعد از او را که انتخاب کنیم انتخاب شد نشد انتخاب بعد از او نکس انتخاب میکنیم و در این دفعه باز چی انتخاب میکنیم پارتنرشپ انتخاب میکنیم به شما معلوم شد که چی تفاوت با وجود میاد اگر ما پارتنرشپ انتخاب کنیم فقط تفاوتش دیگه چیز نیست چارت اف اکاونت ما چی میکنه تفاوت میکنه کم زر بعد از او نکس انتخاب کردم به خاطر امنیت بیشتر کمپانی تان برای ما میگه شما یک پاسورد تهیه کنین پاسورد تان کوشش کنین که یک ذره کمپلکس باشه کمپلکس به این معنی که الفا نومریک سمبول باشه یعنی الف حروف الف با نمبر سمبول و اگر امکاناتش هست که عالی یک قانون نو برآمده که یک حرفش باید کیس سنسیتیو باشه یا به حروف کلان باشه یا به حروف خرد باشه یعنی کلش خرد یا کلش بزرگتر نباشه وقتی که پاسورد شما تهیه میکنین ما تا اینجا پاسورد نوشته کردم اسد اول حرفش کلان نوشته کردم 8123 باز نوشته کردم اسد 8123 اول حرفش کلان نوشته کردم اسد 8123 و دا بالام چی کردم اسد 8123 بعد از اون نکس انتخاب کردم بعد از اینکه نکس کلیک کنین شما کمپانی فایل تان سیو میشه بای دیفالت کویک بوکس که از کمپانی فایل ما را دا کجا سفت میکنه دا مای داکومنت سفت میکنه دا کجا دا مای داکومنت شما میتونین که دو تغییرات بیارین دا درایو سی ببرین دا درایو دی ببرین دا دیگه جای ما میگم بیادر اینمی درایو سی برش خوب است همی داکومنت صحیح است سیف کلیک کردیم اگر شما کمپانی فایل کمپانی فایل شما با یک اینجو جور میکن یک ارگانیزیشن انترنشنل ارگانیزیشن جور میکن هیچ وقت کمپانی فایل از شما دا درایو سی سفت نکنه خب مرحله دیگه که هست برای ما میگه سل کنید شما تا این مرحله انترویو ما پیش رفته این را به نام انترویو پروگرس بار یاد میکنه خب کاستومایزینگ کویک بوکس فور یور بزنس سوال میکنه از پیش ما چیزی جواب که ما ارائه کنیم به اساس اونمو جواب برای ما کویک بوکس ها به شکل بزنس ما چی میکنه او را کاستومایز میکنه تغییرات میاره تبدیل میکنه خب نیکس انتخاب کردم برای ما میگه بهتر تو دم بزنس تو چی خدمات پیش میبری؟ تنها سرویس هست یا پروڈکت هم تولید میکنی؟ اگر تنها سرویس هست این انتخاب کو اگر تنها پروڈکت داری نه میگم اردویش هست هم سرویس هست هم پروڈکت اگر تنها سرویس انتخاب کردی در اونجا که هست باز اینوینتری پارتو اینوینتری اسمبلی چیزا که زیادتر باز ما شما استفاده نمی کنیم و حتی امکانش هست که بیخی غیر فعال باشن میگم نه اردویش ضروری است برای ما بعد از اونکس انتخاب کردم آیا بالای مشتری خود شما تکس چارج میکنی یا نمیکنی؟ که فعلا وقتی که ما چیزی فروشات میکنیم بزنس ما 4% از مشتری چی میکنیم تکس میگیریم دیگه بعضی اوقات 2% شکست خود ما پرداخت میکنیم و 2% شکست مو کمپانی پرداخت میکنیم بعضی اوقات مکمل 4% میگیریم کلی میکسی که وندر است اونا پرداخت میکنه خب بعد از اون نکس انتخاب کردم نکس که انتخاب کردین از پیش ما سوال میکنه که آیا شما در برنامه کویک بوکس
استیمیت جور میکنین با مشتری استفاده میکنین یا نمیکنین؟ استیمیت چی رو میگه؟ کوتیشن میگه ورق نرخ گیری که ما شما در بازار میریم نرخ میگیریم که بدر یک جنس چه قسم است چه قسم نیست و از 5000 که یک چیز جنسش و قیمتش بالاتر باشه بازور 3 دانه کوتیشن میگه بیارد دفتر میگه نه در بخش مالی ما میگم بله کوتیشن استیمیت بسیار موضوع خوب است و رو جمع استفاده میکنیم اگر نو گفتی بازی غیر فعال میشه باز خودت مجبور است بری در مینوی ایدت در پریفرنسز بیای از اوجه باز استیمیت چی کنی؟ فعال کنی میگم نه باشه خوب است نکس انتخاب کردم ترکینگ کستومر آرڈر این کویک بوکس آیا میخوایی که کستومر آرڈر یا کستومر آرڈر سا شما در برنامه کویک بوکس ترک کرده بتانیم که بفهمیم که کدام مشتری چی را برای ما آرڈر کرده از چه قلم پیسه او آرڈر است میگم بله یه آپشن بسیار خوب است باشم بعد از اونکس انتخاب کردیم using statement in QuickBooks آیا میخواییم در برنامه QuickBooks statement استفاده کنیم بعضی اوقات میشه یک مشتری بیا که برای ما بگه که بیادر ما میخوام که راپوری کاری یک ماه در بین ما شما که چقدر سلز فروشات شده و پیمنت شده او را برای ما جنریت کنیم برای ما بدی ما شرط دارم چیز سوال دارم که سوال حل شده بله میگم بسیار نظر خوب است یک مشتری می هست پیش ما statement میخواه باید ما صلاحیت زیر داشته باشم آپشن ازی داشته باشم که براز او statement جور کنم بعضی اوقات میشه که از مشتری ما در مقابل statement پول بگیریم بعضی اوقات هیچ پول نمیگیریم نیکس انتخاب میکنم آیا میخواین در برنامه کویک بوکس پروگرس انوایس استفاده کنم پروگرس انوایس ای را میگه مثلا ما یک پروژه ساختمانی گرفتم از UNDP برای ما گفت که بعد از شما یک کار کنین هر وقت پروژه رو مکمل تطبیق کردین مکمل پولی شبرد پرداخت میکن ما میگم نه او قسم ما نمیکنم ما چی میگم بعد 50% 25% که پروژه پیش رفت تکمیل شد انوایس بر جور میکنم 25% برای ما پولی شبرد پرداخت میکنین 50% چون پول ما نیاز داریم ضرورت هستم 50% که پروژه پیش رفت و مو لیمیت تعیین میکنیم که او جرسی شما 25% دیگر هم پول پرداخت برای ما این میگه پروگرس اینوایس هر چقدر که پروگرس میشه شما امو فیصدی اینوایس جور میکنین و به وندر تن روان میکنین اونا پولش پرداخت میکنن آیا شما ام قسم چیز را میخواین در برنامه کویک بوکس آپشنش با خود داشته باشین میگم بله خوب آپشن است باشه برازو منیجینگ بیلز یا بیل یو او آیا میخواین که ایره بفهمین که از کدام وندر شما قرضدار هستین چقدر پول قرضدار هستین با کدام تاریخ باید پول شما پرداخت کنین میگم بله بسیار آپشن خوب هستن میخوام که ترک تمام بلایی که من قرضدار هستم با خود داشته باشم بعد از اون نکس انتخاب کردم آیا میخوای که اینونتری در برنامه کویک بوکس ترک کنی که در استاک تو چقدر اینونتری داری ضرورت است یا نیست میگم بله نکس انتخاب کردم بعضی اوقات بعضی کارمند هستن که ما یک کارمند خود روان میکنم به یک پروژه و در اونجا به اساس ساعت کار میکنه در اونجا و به او کارمند که هستن اگر قراردادی باشه و یا امپلای دائمی ما باشه به اساس ساعت برش پول پرداخت میکنم که یک ساعت دو ساعت کار کرده این قسم سیستم ها میخوایی در برنامه کویک بوکس با خود داشته باشه میگم بله بالکل این سیستم ما میخوام بعد از اون اگر نمیفهمیدیم که چی معنی میده چی نوشتم کرده سلکو کویک بوکس کن هلپ یو ترک تایم اسپند بای یو یور پارتنر your employee or your contractor so you can bill customer بعضی اوقات میشه که کنترکتر ما باشه employee ما باشه یا پارتنر ما باشه باید مشتری ما میره به اساس ساعت یا خدمات سرویس پروواید میکنه باز ما به اساس زمون مشتری خود چی میکنیم بل میدیم این سیستم ما میخواییم بله میگیم بسیار خوب اپشن هستم نیکس انتخاب کنم کارمند داری اگر نداری نو انتخاب میکنی اگر داری بله کنترکتور داری یا امپلایی سمرد یعنی قراردادی است یا کارمند است میگم کارمند است EW2 و 1099 یکی از یک قانون است 1099 که در امریکا خود US قابل تطبیق است و در اینجایی تو ما به نام 1099 کدام قانون چیزی نداریم به او خاطر چون ورژنی که ما استفاده میکنیم ورژن US است در اینجا فقط اگر شما امپلایی داشته باشین این امیر انتخاب میکنین اگر نداشته باشین نو انتخاب میکنم ما میگم ولی دارم W10 انتخاب میکنم برازو نیکست میگم نیکست که انتخاب کردیم مرحله دیگه که است مربوط چارت اف اکاونتس میشه اوجا برای ما اگر باید تن باشه خب پیش رفتم دینجا خب امپلایر انتخاب کردم نیکست انتخاب کردم برازو نیکست انتخاب کردم برای ما میگه که بیادر شما خو سلیکت دا دی تو استارت ترکینگ یور فایننس یک آپشن اس پیش ما دیر شد قبلا که در اونجا ما
first month of the fiscal year انتخاب میکردیم. به این معنی که شما از کدام ما میخواین که در کویک بوکس که هسته سیستم مالی تان برسانید، یعنی از ورق از اکسل در کویک بوکس که شما سیستم مالی انتقال میتین از کدام ما را میخواین. خودش جنوری انتخاب کرده، در اونجا آپشن میای برای ما که ما نمیفهم در کدام جا بود هیچ متوجه نشد، ما بک میرم کلش پس میرم بک میرم اینجا هسته هیچ متوجه نشد میره برتون نگفتیم فکر کنم. Select the first month of your fiscal year. از کدام ماه میخوای سیستم مالی تا در برنامه کویک بوکس شما درج کنین. این زیادتر جنوری است. خیلی مهم نیست که تو جنوری انتخاب کنین. بعضی پروژه قسم 3 ماه است. بعضی پروژه 6 ماه است. میشه که مثلا ما جولای انتخاب کنم. میشه که ما می انتخاب کنم. بزنس ما شاید نومبر شروع شه، نومبر انتخاب میکنم. خدا اینجا ما فوریه انتخاب میکنم. چون ماه فوریه است تاریخ ابدا. All next انتخاب میکنم. تمام شما انتخاب شدگی است پیش میرم. خب یعنی مونده کدام چی؟ بعد از نیکس ایره گفتم نه؟ میخوایی که ترکینگ تایم به اساس تایم که هست بعض مشتریت رو چارج کنی نیکس انتخاب کردم. خب در اینجا چون مثلا که مای دوم انتخاب کردم، برای ما مای دوم آورده تاریخ اول. برای ما میگه select the date to start tracking your finance. مای دوم خو انتخاب کردی از کدام تاریخ میخوایی که فایننس اکتیویتی تا در برنامه کویک بوکس تو ترک کنی. از همین تاریخ اول صحیح است یا تغییر میاری دوجا تاریخی افدار میگیره؟ میگم نه، همون تاریخ اول صحیح است. بعد از اون نیکس انتخاب کردم. خب آلی برای ما چارت اف اکاونتس میاره. در چارت اف اکاونتس هم ما چند تا اکاونت داریم که گفتم میتونه 5 تا اون دا اکاونت داریم. یکیش چی است؟ دیگهش لایبیلیتی، دیگهش اونر اکویتی، ریوینیو و اکسپنس است. این 5 اون دا اکاونت که اسینه میز دیگه سب اکاونت هاست. Current liability wa diga owner clear c capital l liability e expense a aga shortcut dai shortcut dai 5 types of major accounts simunga para kilaru asset liability owner equity revenue wa expense asset liability owner equity ya marbuti balance sheet misha revenue wa expense marbuti income statement میشه. ده اینجا اکاونتایی را که میاره اکاونتایی income statement است، بالانس شیت نیست. برای ما میگه بیادر چون موضوع expense و income که است بسیار مهم است، ما برد اینی اکاونت ها را جور کردیم. اگر کدام اکاونت به نظرت که است اضافه است او را دور کو، اگر کدام اکاونت کم بود است او را خود تک مارک. مثلا consulting income برای ما ضرورت میشه؟ میگم نه، او سب ایره ضرورت نیست. در بخشی فروشات هاردویر و سافتویر برای ما هیچ کنسلتنگ اینکم ضرورت نمیشه. دیگه سلز بیخی سپورت و مینتیننس داریم، بالکل داریم. ما شما شیپینگ دلیور اینکم ما سپیشی کاربن مشتری خود میگیریم؟ نه، جنس که سپیشی ما بخره ما شیپمنت مفت میکنیم، رایگان میکنیم، هیچ به این نام از مشتری چیزی نمیگیریم. با مو شکل چیزی که برد ضرورت است او را انتخاب کو، چیزی که ضرورت نیست برد مثلا بینک سرویس چارجز ندارم من ایده دور کو میگم نباشه. به مو شکل بزنس لایسنس اند پرمیت برازی ما اکسپنس داریم، لایسنس که می خریم این باید باشه پیش ما. کامپیوتر اینترنت اکسپنس ما ندارم، اون سکو میگم. خب بعد از چی میکنم؟ نیکس انتخاب میکنم و داخلش برای ما یک مبارکی میتونه میگه مبارک باش پدر، شما که از ایز استپ انترویو را تکمیل کردین و آل فقط اگر بالای کماندی گو تو سیت اپ کلیک کنین شما داخلی برنامه کویک بوکس میشین. این بود طریقه جور کردن کمپانی فایل در برنامه کویک بوکس از طریق ادوانس سیتم، یعنی ستپ بای ستپ انترویو. خب در اینجا که آمدین، اگر شما زیاد ورخدا هستین و میخواین که آجل چی کار کنین، کستومر را مثلا جور کنین صحیحستا، وندر را شما جور کنین، اینی کماند را کلیک کنین. اگر میخواین که نه سرویس را شما اد کنین که تا مشتری را بتانین به اساس اون سرویس شما او را انوایس بر جور کنین، اگر میخواین بعض اکاونت های بانکی را آجل جور کنین این امیر انتخاب کنین، و اگر میگی نه بهتر این را خب باز ما از طریق امو اپشن های خودش که است مثلا چارت اف اکاونت ما از طریق مینوی لیست چارت اف اکاونت جور میکنیم، وندر از طریق مینوی وندرز جور میکنیم، کستومر از طریق مینوی کستومر جور میکنیم. از جو جور میکنیم باز ستارت ورکنگ کلیک کو برای ما شما برنامه کویک بوکس باز میشه و داخل برنامه کویک بوکس میشه. خب ما چی کردم؟ این نیو تور فیوچر یا سفر بسته کردیم. ما شما داخل برنامه کویک بوکس شدیم. حالا اگر ما شما بیایم زیادتر اپشن های مثلا که ویندرز کی بیایم زیادتر اپشن های ما فعال است، مشکل نداره. اگر شما خودتون بازی را ببینین پرکتیس کنین وقتی که کمپانی فعال از طریق استارت ستاپ باز میکنین، زیادتر یه اپشن ها غیر فعال می باشه. مثلا اینوینتری اکتیویتی بیشترش کار نمی کنه، اینی اپشن ها نمی باشه، فقط انتربل و پیبل در اینجا شما پیدا میکنین.
و به مو شکل در مینوی کستومر که برین شما استیمیت ندارین، دیگه مسائل ندارین. به او خاطر ما میگیم که شما کوشش کنین که از طریق ادوانس ستاپ که است همیشه به خود کمپانی فایل جور کنین. بعد از اینکه شما به خود کمپانی فایل جور کردین، موضوع دیگه که است که سر از او شما باید بحث کنین و گپ بزنین است که آیا بزنس شما که است در افغانستان است یا بیرون از افغانستان است، یا در کشوری که شما زندگی میکنین هوم کرنسی از کشور چیست. مثلا در افغانستان ما شما که زندگی میکنیم هوم کرنسی کشور ما چیست؟ افغانیست دیگه. پس ما نیاز داریم که هوم کرنسی برنامه کویک بوکس از دلار یا دیگه کرنسی ها به افغانی تبدیل کنیم. به خاطر از اینکه وقتی شما ورژن یو اس استفاده میکنین، بای دیفالت هوم کرنسی برنامه کویک بوکس چیست؟ افغانی دلار است. خب اگر شما میگین که نه استاد، در افغانستان ما اون بزنس ما کلش به دلار است دیگه، واسه نیاز نیست شما هوم کرنسی رو چی کنین؟ از دلار به افغانی تبدیل کنیم. خود موضوع دیگر را باید مشخص بسازیم که شما خریداری و فروشاتتون تنها به دلار است یا دیگه کرنسی ها هم در این کلور هستند. اگر افغانی هم باشه، دلار هم باشه، یا مثلا بعضی اوقات شما از پاکستان چیزی را میارین، از هندوستان میارین، باز شما باید مالتیپل کرنسی رو در برنامه کویک بوکس فعال کنین. اگر نیاز نیست باز فعال نکنین. به خاطر از این میگم که اگر آل شما مالتیپل کرنسی رو در برنامه کویک بوکس فعال نکنین و یک ترانزکشن رو ریکارد کردین، ثبت کردین، بعد از اون باز شما نمیتونین به خود مالتیپل کرنسی رو در برنامه کویک بوکس فعال کنین. پس این تصمیم آل ما شما میگیریم. ما با خود فکر میکنم وقتی که شما به یک کمپانی چارت اف اکاونتس جور میکنین، کمپانی فایل جور میکنین، اول باید این موضوع رو با او شریک بسازین که شما مالتیپل کرنسی رو کار میکنین یا نمیکنین. اگر گفت بله، باز میرین مالتیپل کرنسی رو فعال میکنین. اگر گفت نه، مالتیپل کرنسی ندارم، فقط هوم کرنسی ما به افغانی تبدیل کنم، باز میرین هوم کرنسی رو به افغانی تبدیل میکنین. ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم بیادر ما میخواییم که ملتیپل کرنسی را فعال کنیم. بخاطر فعال کردن ملتیپل کرنسی ما میاییم این کار را باید اولتر از هم انجام بدیم، پیش از اینکه ما چارت اف اکاونتس جور کنیم. میاییم در مینوی ایدیت، در اینجا که آمدیم میاییم روی پریفرنسز ای را کلیک میکنیم، در اینجا که آمدیم سل کنیم دینی اپ ای اپشن های مکمل برنامه کویک بوکس هستن. با اساس ضرورت هر اپشن که براتون ضرورت میشه او را انتخاب میکنیم. ما چی میکنیم؟ مالتیپل کرنسی را کار داریم، در مالتیپل کرنسی آمدیم، در اینجا که آمدیم در کمپانی پریفرنسز میاییم، در اینجا که آمدیم سل کو فعلا چیست؟ No, I use only one currency. ما میگم نه بیادر، ما بیشتر از یک کرنسی را استفاده میکنیم. Yes, I use more than one currency. ایجا برای ما مسج میده که بیادر اگر تو مالتیپل کرنسی را فعال کردی، اینی آپشن ها که از در برنامه کویک بوکس غیری فعال میشه. یکیش که بسیار زیاد مهم است برای ما برنامه کویک بوکس انسایدر یاد میشه یا انساید یاد میشه که در اینجا یک شارت معلومات از خود کمپانی برای ما میده. در این ما چقدر اینکم داشتیم، ما شما چقدر اکسپنس داشتیم، اکسپنس با اینکم که از مقایسه میکنه، کمپیر میکنه که اکسپنس زیاد است، اینکم زیاد است، تاپ مشتری ما کدام است، تاپ وندر ما کدام است، چقدر مثلا سر مردم قرض داریم، چقدر مردم سر ما قرض داره، این رو به نام انسایدر یاد میکنه. اگر توی ایره یس انتخاب کنید او غیر فعال میشه، باز کار نمیکنه. سل کنیم، ما یک دفعه ایره نو انتخاب میکنیم، کنسل میکنیم بیخی. کویک بوک انسایدر رو میبینیم ای آپشن است. میبینیم شما اینجا مکمل برای ما میگه که بیادر کدام بل سر ما مانده انپید است، کدام بلای است که ما پید کردیم، کدام بلای است که تاریخش تیر شده. سهیست مکمل معلومات برای ما اینجا میده. اکسپنس ما از این ما چقدر است، از این سال چقدر بود، دین روز چقدر بود، لاست من چقدر بود. این آپشن ها یکیشن باز کار نمیکنه. اگر ما و شما چی کردیم؟ رفتیم در مینو ایدت در پریفرنسز در ملتیپل کرنسی این کرنسی را فعال کردیم. دیگه در پلوی ازی بچ انوایس را جور کرده نمیتونیم، بچ ترانزیشن را وایت کرده نمیتونیم، دیلیت کرده نمیتونیم. بچ انوایس چی را میگه؟ 20 تا کمپانی هم میای برای ما میگه که اینم یک ال سی دی که بنام سامسونگ هست، اینم میره 100 تا برای ما جور کو، برای ازی کمپانی جور کو، برای ازیم جور کو. حالا ما نیاز نداریم که به هر کدام چیز جدا جدا اینوایس جور کنیم. چی میکنیم؟ نامای کل از یار انتخاب میکنیم، از طریق بچ اینوایس به کلشان اونم یک جنس اینوایس جور میشه. این آپشن باز کار نمیکنه. میگم خال در سرش سکو صحیح است، فقط برای ما مالتیپل کرنسی نیاز است، اون رو ما کار دارم. یس انتخاب کنم، کار ما تنوس خلاص نشده. یس خو انتخاب کردی، مالتیپل کرنسی فعال شد، خو کار اساسی مانده، کار اساسی چیست؟ هوم کرنسی رو ما شما تانوس تغییر ندادیم. اگر اوکی کلیک کردی گابت خلاص شد رفت. باز ما نمیتونیم که هوم کرنسی را تغییرات بدیم، تغییر بدیم بعد از اون. حالا اگر این کار کردی کردی، اگر این بعد از اون نمیشه، شما این را پرکتس کنیم باز در کمپنی خواهی کنیم. اوکی کردی گاب خلاص شدی، باز تغییرات تا او آورده نمیتونیم. چه قسم میشه؟
باز شما مجبور هستین مکمل ترانزیشن هایی که چیزی که هست در برنامه کویک بوکس ایره مکمل دیلیت کنین، از سر کمپانی فایل نو جور کنین و دو باز میتونین، یعنی صفر میشه خلاصه تمام ترانزیشن ها صفر میشه، باز میتونین که ایره تغییرات بیاریم. خوی کاری که کردیم هوم کرنسی ما چیست؟ دلار است. میگیم بیادر ما دلار کار ندارم، افغانی کار داری، افغانی در اینجا نیست، ویو مور کرنسی را کلیک کن. ایره که کلیک کردی دم بالا بالا سل کو اول افغانی است، ایره انتخاب کردیم. ایره که انتخاب کردیم برای ما میگه امی کرنسی را که تو به حیث هوم کرنسی استفاده میکنی موقتا میخوای استفاده کنی یوز ایت وانس، اگر نه میخوای دائمی را اکتیف کنی فعال کنی. میگم نه دائمی باشه، هوم کرنسی ماست، یس انتخاب کن. باز برای ما یک اپشن میتن بیادر، میگر اگر تو میخوای که هوم کرنسی را در برنامه کویک بوکس استفاده کنی، برای ما اپشن میتن یو ار اباوت تو سلیکت نان یو اس هوم کرنسی افغانی. میگه شما که هستین میگه نان یو اس کرنسی را به حیث هوم کرنسی خود انتخاب کردین، آیا شما میخواین امی پروسه را پیش ببرین؟ و برای ما دیگه میگه وان سلیکتد دس سیتینگ کان ناٹ بی چینج، یک دفعه ای که یس انتخاب کرد باز دو تغییرات آوردم نمیتونی. آر یو شور یو وانت تو سلیکت نان یو اس یو اس دی هوم کرنسی؟ میگم بله یس انتخاب کردم. شاید باشم اینجا، بیا ایران هم شاید باشم، من ندیدیم، چک نکردیم. ایران باش کی به نام ایران آی ایران هست؟ کودکت هست. چونی سافتویر کس انترنشنل سافتویر هست، به او خاطر از کلی کشوره را چیش آوردن هست ایران. اوکی کلیک کردیم، اوکی که کلیک کردیم تمام صفحات که باز کلش یک دفعه بسته میشه، باز شما میتونید کل از سر باز کنید، بخاطر از اینکه این تغییراتی که شما آوردین ای ایمپلمنت شود تطبیق شود، به خاطر کل صفحات چی میشه؟ بسته میشه. خب حالا اگر شما ببینین در اینجا، اگر شما بیاین در منوی لیست اینجا بیاین در چارت اف اکاونتس، برای ما هوم کرنسی ما از دلار به چی تبدیل شده؟ افغانی تبدیل شده. سابق چی بود؟ دلار بود. یک چیز متوجه باشین که شما اگر کمپانی فایل جور میکنین در اینجا کرنسی رو برتون نشان نمیده، چون بای دیفالت هوم کرنسی هر برنامه کویک بوکس که ورژن یوز استفاده میکنین چی میباشه؟ دلار میباشه، نشان نمیده. صحیح است دیگه، وقتی که باز تغییر بدین باز برتون میگه که افغانی است هوم کرنسی تا. حالا اگر تو میتونید پالیزی اکانت های دلاری رو جور کنی، پیشتر من برتون گفتم که اگر شما پارتنرشپ بگیرین سل کنین اینجا نوشته کرده پارتنر 1 را پارتنر 2 پارتنر 1 اکوئیتی پارتنر 2 را پارتنر 2 اکوئیتی، و اگر شما اوج سول پروپرایتورشپ انتخاب کنین فقط میای پارتنر نامه درا اکوئیتی، چون اولی پارتنر شد پارتنرشپ شد نه پارتنر 1 و پارتنر 2 میای، و شما میتون چندین پارتنر دیگه هم جور کنین. خب این کارا که کردین، بعد از کار دیگه که ما شما انجام میدیم چی میکنیم؟ میریم کرنسی خود مدیریت میکنیم. چی معنا؟ حالا اگه شما بیاین ببینین تمام کرنسی های دنیا برای ما چی شده؟ فعال هستن. ما میگیم بیادر تمام کرنسی ها را ما کار نداریم، یا بیشتر از یک کرنسی است، میگیم یک دلار و یک افغانی کار دارم بس، دیگه اش کار ندارم. به خاطر مدیریت کرنسی چی کار میکنیم؟ میایم در برنامه کویک بوکس در مینوی کمپانی، در اینجا ببینین یک کماند است به نام منیج کرنسی، در اینجا میایم، در اینجا که اومدین به نام یک کماند دیگه است به نام کرنسی لیست، اینجا میایم فعلا اینقدر کرنسی ها در اینجا هست، او بدر ما اینقدر کرنسی ها را کار نداریم، اینقدر تمام کرنسی های دنیا را برای ما در اینجا نشان میده. یک تعداد کرنسی های که فعال است اونم چلیپا رو برویش نداره، مثلا افغانی فعال است. اگر پایین بیایم سل کنم مثلا کانادا دلار کانادایی هم چیست؟ ای هم فعال است، یو اس دلار هم فعال است، ای دیگرایش کس تک مار چلیپا کسی غیر فعال است. خب اول ما میگیم که بدر کرنسی هایی که اینکتیف است او را دور کنید. اینجا ببینید یک کماند است به نام انکلود اینکتیف، اگر ای را شما کلیک کرده باشین این اکتیف کرنسی را برای ما نشان میده، اگر بگوین که نه او را دور کو ای را غیر فعال کو، این اکتیف کرنسی چی شد؟ دور شد. خب آلی ما جاپانیزی ها کار داریم نه او سکو بیداری چی هست؟ میک کرنسی این اکتیف، دیلیت کرده نمیتونی، فقط این اکتیف کرده میتونی. در برنامه کویک بوکس هم شما کوشش کنید زیادتر جایی که چیز بر ضرورت نمیشه او را دیلیت نکن، این اکتیف کو که باز داینده ضرورت میشه. ایرم رایت کلیک کردم، من میگم که کرنسی دلیت میشه، خو ایجا باید ما اینکتیف کنیم ایره. صحیح است، اینکتیف کلیک کردم، ایره میگم چی کو؟ اینکتیف کو، دلیت نکو ایره. یک یو اس دلار و یک افغانی که چیز کدام کرنسی که دوال میه اونم کرنسی هوم کرنسی ما شماست. اگر بازم یک کرنسی برد نیاز بود از یاد رفت او رو باید اینکتیف میکردی، پس اینی کمانده کلیک کو بگو اینکتیف کرنسی رو کلش اینکلود کو این آمد.
خب کدام کرنسی را کار داری؟ مثلا ما اینی کرنسی را کار دارم. از امی این اکتیف کلیک دور کو که مثلا چلی پا کلیک دور کو که اکتیف شو. اگر کلیک کردی این اکتیف باز کلیک کردی اکتیف شو. ایتورا میشه رایت کلیک کنی اکتیف این اکتیف از این طریقه میشه. خب ای خجور شد. مسئله دیگه که مانده اوی است که ما شما باید تبادله نرخ افغانی به دلار یا دلار به افغانی را امروز مشخص کنیم. هر روز یکی از کارهای اساسی مدیریت مالی یا ریاست مالی نمیست که از بازار نرخ امروز دلار به افغانی چی میکنه؟ پرسان میکنه و او را به کشیرهایی که امرایش کار میکنه برازوا میگه که بهتر امروز اگر شما دلار به افغانی میخریدین اینمی اکسچنج ریتش از شما به اینمی را چی کنین؟ تبادله کنین. و وقتی که اگر بیادتون باشه وچرم جور میکنه بخش مالی در وچرم اگر افغانی برات میته یا دلار برات میته نرخ امروز دلار برات نشان میده نوشته میکنه که امروز نرخ دلار به افغانی چقدر بود. اگر مثل افغانستان و اسلام تغییر میتی مشکل نیست. خوی ده پیسه و 20 پیسه مهم نیست. ما مثلا ده اداره کار میکنیم سابق نامش نمیگیریم. خود اونجا که هست هر روز کرنسی چی میشود تغییر میکرد. مثلا امروز مثلا 75 یا مثلا 95 تعیین میکرد. اون روز مکمل در 95 چی میکرد؟ ضرب میکرد. باز دولت که سو قسم نیست. مثلا ما در تذکره الکترونیکی در وزارت داخله کار میکردیم اونجا به خاطر یک سال که از نرخ تبادله دلار به افغانی مشخص میکنه. مثلا برای ما دو وقت نمیفهم 65 بود یا 60 چی کده بود بسیار پیش برد میگم 2012 بود. در اونجا یا چی میکرد؟ اونمود 65 مکمل سال خدا کنه دلار در اسمان بره خدا کنه دلار در زمین بیه. اونمو 65 به تو چی میکنه؟ تبادله میکنه. ما شما با دلار بود اونمو را برای ما دلار زد میکنه 65 پول برای ما پرداخت میکنه کی بسیار کار اشتباه است. دلار بلند و پایین خمیشه تبادله اسعار خارجی که است دیگه این کار میکنه. در موسسات بازو قسم نیست. هر روز چی میکنه؟ بر اکسچنج ریت تعیین میکنه و بر اساس زمو پیش میره. و دیگه خب این کار که کرده ما شما چی میکنیم؟ میایم سری تعیین نرخ هم کرنسی را ما شما دست نمیزنیم. ما نمیتونیم افغانی را به افغانی نرخش مشخص کنیم که اگر افغانی چند افغانی میشه. فارین کرنسی را انتخاب میکنیم. فارین کرنسی چیز دلار است. سر ازی دبل کلیک و دبل کلیک کردی این را که دبل کلیک کردی در اینجا برای ما میگه از کدام تاریخ تو میخوایی که چیز را مشخص کنیم. اول ما میگم ما خو میخوام که از تاریخ اول بزنس مالی خود از منوال به کامپیوترایز در برنامه کویک بوکس اکسچنج کنم یا تغییر امپورت کنم برسانم در اینجا. خب تاریخ اول یارم که تیر شده یارم مشخص میکنیم. اگر کدام ترانزیکشن ما ریکارد میکنیم از این تاریخ ها مشخص معلوم باشه. میگم تاریخ اول برای ما معلوم بود تاریخ خودش میگیره. خودت میتونی از این تاریخ هم بگیری مشکل نداره از این تاریخ میگیری. میگم در این تاریخ که است دلار 115 بود بیادر. مثالش. در این تاریخ دوم که است دلار میگم 110 بود. در تاریخ سوم که است دلار 110 بود. و در تاریخ چی که است 105 دلار. به مو شکل پایین آمده برو. میگم در اینجا 100 شد دلار. صحیح است؟ خب دیگاهش هم میمانم میگم تاریخ امروزی را که بعض ترانزکشن های امروز است دیگه تاریخ ها کس ما هیچ ترانزکشن نداریم. اگر نوشته کنیم مشکل ندارد. میگم تاریخ امروز که از دلار چند است میگم که 95 است دلار. این را مشخص کنیم. از دیگر روزا خود تانوز چند نامت مشخص کرده نمیتونیم. بعد از اوکی کلیک میکنم. اوکی که کلیک کردی اینال اگر ما برم دمینوی کمپانی به طور مثال دیگاش نمیگم اگر ما یک جنرال انتریز ریکارد میکنم یک ترانزکشن ریکارد میکنم میگم ترانزکشن که ما ریکارد میکنم افغانی رو که انتخاب کنی اکسچنج ریت صفر میشه غیر فعال میشه به خاطر از اینکه افغانی وان افغانی از ایکوال تو وان افغانی. سیس اگر فارین کرنسی انتخاب کنی اکسچنج ریت اتوماتیکلی فعال میشه. از کدام تاریخ؟ تاریخ افدر انتخاب کنیم 95 است. میگم نه تاریخ اوله. تاریخ اول میگه 105 است. به اون شکل اگر انتخاب کنیم تاریخ 5 میگه 100 بوده ای دلار خودش برد. و ایره متوجه باش این طور نیست که تغییر نمیخوره. میشه که شما اگه اشتباه کرده باشین این تغییرات برنه و بعد از تاریخ 103 بود برای ما معلوم است مشکل نداره. ولی هم شما میتونین که چی کنین باز وقتی که سیو میکنین ترانزکشن حتی کویک بوکس به اون اندازه هوشیار است که بعد مسج میده که بیاد تو ایره تغییرات آوردی میخواید دمو سیستم اون دمو منیج کرنسی دوجا میره بر تغییرات بیاریم یا نبیاریم. اگه یه انتخاب کنی در اونجا تغییر میخوره. اگه گفتی نه در اونجا تغییر نمیخوره. پس به این شکل شما چی میکنین؟ به خود کرنسی هایتون نرخش تعیین میکنین. بعد از که تعیین کردین شما میتونین که به خود چی کنین؟ به اساس زمو ترانزکشن های مختلف ریکارد کنین. خب ای بود درس امروزی ما.